باشه. آقا چرا وایساد؟ نمیدونم داری چی کار میکنه؟ yes. هر کاری میکنه به درد ما نمیخوره. کات کات خسته نباشین. آقا رحیم چرا واسدی؟ مگه قرار نبود بری زمین خودتو شخ کنی؟ باید من رسوم بخرم شالده بنده بام پلان خراب شد. قرار بود یه راست بره سر زمین خودشان، نرفته. معلوم هم نیست چی میگه فراد. بیرون آقا رحیم چی میگه؟ سلام آقا رحیم. برچی برف اینا گشتمته؟ مگر تو به چه مهدلینی؟ چرا؟ یخ زمین مردم ها. این زمین مال یکی دیگه است، باید ازش رد بشه تا برشه به زمین خودش. برای همینم داره یه جور میبنده به پای این حیوانا که خاک این زمین رو به زمین خودش نبره. یعنی چی؟ یعنی بردن خاک این زمین رو به زمین خودش گناه میدونه. گناه؟ بله. چه عجیب، سمخر خاک جابجا میکنه. دست شو آقا رحیم. ببین به خاطر یه انگشتون خاک کار ما رو خراب کرد. دل اینا خرچه ورگویی روغون دیرگا. آقا رحیم نمیخواد ببندی، شما دوباره باید بری بیای. فقط این دفعه لطفا این کارو نکن. شما هرچی ورگویی من کار خودم خوام کرد. نمیشه که، این پلان باید یه سره باشه. تیترش سر این نما میام. حس نخور سهراب، درستش میکنیم. شما خودتون گفتین این نما باید یه تیک بشه. اومدنش رو گرفتیم، میزنیم به شخص زدنش، تو مونتاژ درست میشه. آقا رحیم دست درد نکنه، همین خوبه. منو چرا میگیری؟ سرفه کردن من به چه درد تو میخوره؟ من که نمیدونم چی به درد میخوره چی نمیخوره. میگیرم اگه نخواستین استفاده نکن. تو قرار نیست از ما بگیری. دایی گفته پشت صحنه رو بگیرم، گفته با شما صحبت میکنه. قاسم آقا نشونی چند تا خونه رو داده، فراد هم معرفی کرده. سلام. سلام. نشونی دست که فراد داره. من دارم. بجنب بریم ببین با قاسم سر بزن. همین محبوب اینا رو هم ببین. رسیدی هم بزن که من بزن. حتما. برگشتن پیاز کاشتن و شخ زدن رو میگیرید. فقط ببین دو تا مرد با مادر زندگی میکنین؟ بله، جوان رفتن تهران دنبال کار. چند سال اگه اینجا سال خشکیست دیگه درآمد نیست. تو چرا نرفتی؟ منم رفتم، برای برداشت زفرون برگشتم. خیلی ممنون، متشکرم. نهار در خدمت بشه. ممنون. نون ماست پنیر پیدا میشه. مزاحم نمیشه. بمونی. خیلی مزاحم. تعارف نمی کنه. آشنایی تو مادرم. چرا نگفتی اینجا خونه شماست؟ نه بابا خونه شماست، قابل نداره. اینا که باید دیگه خراب بشه، کلنگیه. حالا چون کلنگی به ما تعارف میکنی؟ نه بابا چند هیچ هم کلنگی نیست، خیلی هم خوبه. فقط برای کار ما یه کمی کوچیک. دست شما درد نکنه، مزاحم شدیم. خدا حافظ شما. چیز تو نما؟ دست درد نکنه پسر. آره شما، من با این امرو میگم. بسلامه. الو سلام. فروشنده چی میگه؟ خب من از این راه دوست چی کار میتونم بکنم؟ جعفر جون، اگه به خاطر خرید خونه نبود که من الان این فیلمو نمیساختم. الان نخرم دیگه کی بخرم؟
باشه، خودت هر کاری خواستی بکن. باشه باشه، بخر جعفر، بخر، قربانه، خدا حافظ. آقا رحیم، ما جای عیال شما رو با صفا خانم عوض کردیم. البته با اجازه شما. به خودش بگو. به خودشون گفتیم، میدونن. برای فیلم دیگه. خونه‌های قدیمی شکلی هم دو طرفش و اتاق و ایوون دمیون حیات هم باغچه است. این که حوزه؟ ایجه باغچه بود، وسط باغچه بیاد درخت انار. صاحب این خونه که بمرد، پسرش از شهر اومد پیش مادرش، باغچه رو خراب کرد، این حوزه ساخت، بعدم گذاشت و برفت. ایچ هاست. خوشگه. توی اتاقا گل پر میکردن. گاهی شوها دادم صبح. بعد اگه ددهش گل داشتم میرفتم به گل چیدن. اینجا کلی اساس میخواد. باش که بگردی یه جا پیدا کنی که توش زندگی کنه. پیدا کردیم، دبه کردن. معلوم نیست بعدی دبه نکنه. پس یه دستی به سرگوش یکی از این اتاقا بکش، یه سر و سامونی هم به نمای این دوتا ایوان بده. فکر کنم به دردمون بخوره. با همین حوض ایشیر؟ آقا ما بودجه نداریم دست به ترکیب اینجا بزنیم. بودن حوض که بد نیست، توش یه ذره آب می‌ریزیم به فضای اینجا کمک می‌کنه. ما اونه داریم بخوریم، شما حوض درست می‌کنین. نگران نباش آقا رحیم، این حوض با 4 تا سطل آب پر میشه. میری می‌بینی؟ ما اینجا رو از او پر میکنیم، بهش میگیم دریاچه. او کجا بود که حوض درست کنیم؟ او درخت میونه باغچه هم از اوی وضو آب میخورده. همه ی اویز که ما داریم، اویز قناتا روی هم میشه اوی بر هم، اوی دوتا چاه هم بهش اضافه کردیم. ایجه اینقدر او کما که با تاس و دقیقه تقسیم میکنیم. ما 6 تاس او دارم که زمین زعفرون میکارم، باقی ناریم هم اومتون. وای او کسی نمتوند خانهش حوزه درست کنه. الان نخرم دیگه نمیتونم بخرم.
همه حواسش به معامله کردنه. یکی نشناسه فهم میکنه بنگاهیه. بخر رئیس، بخر منتظر تمام. خب چه خوب، خوشحالم. امضا کن تموم شه. خب چک بده بهش. سه ماهه نشد، دو ماهه. آره یه کاریش میکنیم، یه کاریش میکنیم. باشه باشه، منتظرتم. آقا ببخشید و فضولیه، ولی فهم میکنم خرید خونه از ساخت فیلم براتون مهمتره. ساختن فیلم هم مهمه چون به پولش احتیاج دارم. فرزاد چی شد؟ پیش آقا رحیمه. آقا اگه مسئله پوله، این همه آدم بودجه میگیرن فیلم میسازن، شما چرا این کار رو نمی کنی؟ یعنی فیلم دولتی بسازن؟ میتونم بپرسم مشکلش چیه؟ پول دولتیه که به من نمیدن، به منم بدن بلد نیستم از این فیلم رو بسازم. هر کاری بلدی میخواد. دارم این فیلمو میسازم که از این فیلم ها نسازم. منم برای زندگی به یه چیزایی نیاز دارم. دست فردار سهر، خاموش کن اون دستگاتو. باشه، اگه راحت نیستی نمیگیرم. وقتی از همه چی میگیری بی ارزش میشه. ولی به درد پشت صحنه میخوره. ببینم پشیمونی؟ نه آقا، این چه حرفیه؟ کنار شما بودن برای من مهمه. فیلم های خوبی ساختین شما. بازم میسازی؟ آخرشه. خونه رو بخرم، قول میدم خاموشش کنم. الو سلام. توی؟ چطوری؟ خیلی تون رفتی ها. چیکار کنم؟ حیفم میاد. نمیتونستم حرف دلمو نزنم. ساخت فیلم بهونه است. خرید خونه مسئله است. دایی جون شمایی؟ همین جاست. فکر میکرد شما بهشون زنگ زدی. نه تلفنشون خراب نیست، دارم با یکی حرف میزنم. میخوایم بگم به شما زنگ بزنن؟ فکر کنم حرفشون تموم شد. گوشی گوشی. آقا دایی جعفره، فکر کنم آپارتمانو خریدن. سلام. دستت درد نکنه، معلومه که خوش شدم. فقط یکی سلام دارم. آره خودم میخواستم به زنگ بزنم. ممنون که تمومش کردی. باشه باشه، قربانت. مبارکه. شیرینیشو کی میخوریم؟ هر وقت دلتون بخواد. خوشحال نشدی؟ مبارک آقا، بالاخره خریدین. برام یه بلیط جور کن. کجا آقا؟ تهران. الان؟ وسط کار؟ کی بر میگردی؟ من چند روز باید فیلم برداری عقب بندازم؟ رسیدم خبر میدم.
آقا شما میخوایی میری تهران؟ بلیط زودتر جور کنی ممنون میشم. ما برای فردا صحنه آماده کردیم. سهراب میگیره. سهراب؟ آقای فاطمی گفتیم؟ سحر بگه قرار شد که رابطه خانوادگی نیاد تو کار که میشنوی؟ صدا رو میشنوی؟ گوش بده. پیازا او خوردن. جوونه ها جون گرفتن. پیازا رو متر کنن. زمین رو میشکافن میان بالا. صدا رو میشنوی؟ تو واقعا میشنوی؟ چی شد برهم کو؟ به سرت صدای پاره شدن پیازا رو مشنوی. به زیر زمین. همین روزا گل منان. کسی نمتونه جلوشونو بیرا. معطل موتو هم نخینشو. اون وقت تو میری؟ آقا پیمان باید برید نمیرسید. سلام. سلام علیکم. کمش کن. میخوای اصلا خاموشش کنم؟ نه. خب این همه رو من کشوندی اینجا. چه خبر شده؟ پیمان جان باید پت سیتی بشی تا دقیقاً بهت بگم چت. مهران صاف و پوسکنده بهم بگو چمه. توی نمونت یه سری سلول‌های بدخیم دیده شده. یعنی چی؟ سرطانه؟ متاسفانه آره. پت سیتی به ما نشون میده که به جایی متاستاز داده یا نه فقط همین یه تکه جاست، که اگه متاستاز نداده باشه با جراحی کل تومور رو برات یه جا در میاریم. اگه داده باشه چی؟
باید چیمی درمانی کنی؟ ببخشید، قرارشون فردا 8 صبح. ممنونم. آشنا داشتم، 8 صبح فردا برای پت سیتی برات وقت گرفتم. اگه متاستاز داده باشه، چقدر وقت دارم؟ چرا از پیش واسه خودت قصه میسازی؟ بذار جواب پت سیتی بیاد. خدایی هستم از انجمن مصاحبه‌سازان. لطفاً برای بیمه تکمیلیتون به دفتر تماس بگیرید. دوستا اینا هم رنگ میشه؟ نه. خب اینجوری که وصل پینه میشه. یا بس تراشیده بشه. باد کرده. بس تراشیده بشه. خب اگه همه اینا رو بخوای بتراشی چقدر طول میکشه؟ بودن یه هفته طول میکشه. این حوض اگه بخوای ورداری جاش یه باغچه درست کنی چقدر طول میکشه؟ اونم یکی دو روز میشه. یکی دو روزه میده؟ آره یکی دو روزه. آقا قرار بود فقط یه دست سر روی اینجا بکشیم. اونجوری به درد من نمیخوره. این ایوونا رو میخوام ها. این ایوونا میخوام مثل روز اولش بشه. الو خب اینا هم همینطور. اینا میخوام این آره گچایی که الان داره میخواد به خونه دست بزنه. میخوام این همینو گچ بشه کامل. آقا باشه اون زیبنداشو میگیرم. فاطمی میگه چرا تو الان رفتی سر بهش نزدی؟ الو سلام. دوستای دقیقه بیا. الان توضیح میدم. آره ببین راست. میگم اگه خدای نکرده بخوام اینجا رو درستش کنیم چه قدر درمیاد واسه من؟ شرایط قرار داده عوض کنم امضا میکنم. حدودن خود باشه. اونو قبلا نگفتی دیگه. خب شما همین کار خودتون رو ادامه بدین فقط یه ذره تمیزتر. چقدر؟ باش. شرمنده هم کردی دستت درد نکنه. حالا پیشنهادت چیه؟ خیلی خوب باش. پس باهاشون صحبت کن، عجله دارم. گلو در اومدن و قربانت. قربانت. الو. آقای صاحبخونه یه پول خواسته. چشم. چشم. خداحافظ. اوسا. جمع کنید فعلا تعطیله. خودم خبرتون میکنم. خسته نباش. جمع کنید. اینم از روزی ما.
خوشگل‌تر شدی. یه جوری حرف می‌زنی انگار 100 سال هم دیگه رو ندیدی. یه سالم کم نیست. ده زود گذشت. بهت خوش گذشت. چه حرف مزخرفیه، خوش بگذره، تون میگذره، بد بگذره، کن میگذره. اصلا عوض نشدی. اگه کسی عوض میشه. عجب آبیه. این همه این آبیه که زمین ها دارن. بهش میگن آب برهم. آب سه تا قنات ریختن رو هم. سرما نخوری؟ نه بابا، خیلی باحاله. ای راست گفتی، سرده. به فاطمی که نگفتیم؟ نه نگفتم. سهراب چی؟ نه گفتم بخوام بیام غافلگیرت کنم. وسایل نقاشی تو آوردی؟ نه خیلی کار دارم، باید برگردم. ولی خوب شد اومدی. از کار ننداختمت؟ نه اتفاقا خوب موقعی اومدی. تقریبا بیکاری. برای چی؟ منتظر جور شدن پولی. چرا تو رو به زحمت انداخت؟ کی؟ ها دید در رفتی موبایلت هم خاموشه به من زنگ زد. خبر نداشته از هم جدا شد. جواب پتسیتی چیه؟ چیزی به من نگو. نمیدونم. خب باید هرچه زودتر درمان شد. عجب سکوتیه اینجا. اونقدریه که میشه صدای جوان زدن زعفرون رو از زیر خاک شنید. دفتری شرط لاکی بیاقی به جدو برمون. اینا چیزایی که برای پایان نامه هم گرفتم. پایان نامه راجع به چیه؟ نقش پدر خانواده تو تقسیم کار. چطوری نهادی نمیشه تقسیم کار جنسیتی بین زن و مرد. جالبه. خانم منصوری. آقا رحیمی دارم میرم. سلام. خوب هستین؟ ممنون. از بودن تو فیلم راضی هستین؟ راستش خانم اینا هرچی رو که دوست ندارن عوض منان. به جای ایال من یه ای زن دیگه رو گذاشتن. ما میفهمم برای فیلم ها ولی برای من خوبیت نداره. شما اینه با آقای منصوری گویه. چشم میگم فاطمه. رحیم آقا دارم میرم. زوده که آقا رحیم. حل شد؟ بله. شب شما بخیر. شب بخیر. بیا هدفونت پیدا کردم. زیر صندلی ماشینت بود. فیلم های سهر رو دیدی؟ شاید به دردت بخوره. از اینجا ببین. سهر! موبایلت! آبا رایم چی میگفت؟
خیلی بامزه است. از استتیک تو سینمای مستند حرف میزن. واقعا؟ آره، داشت میگفتش که تو سینمای مستند دخالت تو واقعیت رو قبول نداره، مخصوصا برای اگزوتیک شدن کار. همون تعبیر عاشقانه اشکا. در واقع داشت یه جوری از سینمای مستند دفاع میکرد. اصولا هر کی با تو حرف میزنه فیلسوف از آب در میاد. تقریبا داشتم اینا رو میگفت آقا. تولد تولد تولدت مبارک 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 تولدت مبارک. بیا شما رو فوت کن تا صد سال زنده باشی. بیا شما رو فوت کن تا صد سال زنده باشی. تولد تولد باشی تولدت مبارک. باید زودتر را بیفتی، نباید وقت رو تلف کنی. قبلش باید یه سر و سامانی به کار بدم، الان وسط کاری. جعفر یکی رو به جات میفرسته. جعفر نباید بفهمه چمه. نفهمه چجوری یکی رو به جات بفرسته. خودم به بچه ها زنگ میزنم، یکی رو پیدا میکنم بهش میگم. خب الان زنگ بزن تا یکی رو پیدا کنی که لازم نیست اینجا بمونی. ول کنم برم؟ همه چی اصلا میپاشه. جعفر رفیقمه، غریبم بود باید ملاحظهشو میکردم. تا چند روز دیگه برمیگردم. خب گیرم که ساختیم که فیلم مستند نگاه میکنه. من همین یک کار رو بلدم، من بقیه چی کار میکنم؟ بقیه کار میکنن که زندگی کنن، تو زندگی میکنی که کار کنی. مهران چرا تو رو فرستاد؟ واقعا فکر میکنی مهران منو فرستاده؟ انقدر کله پوکی که هیچ وقت نفهمیدی کسی به اندازه من به تو اهمیت نمیده. سرما میخوری تو این شب کویری؟ منم که پوست کلفتر از تو هم آب دماغم را افتاده. اگه میدونستم من قدر عزیز میشم زودتر مریض میشدم. خونه خریدم. بالاخره خریدی؟ چه خوب، خیلی خوشحالم. نه اون خونه نقطه که نقشش رو میکشیدیم، یه آپارتمان کوچیک که حتی خودم ندیدمش. یه عمر کار کردی، حالا دیگه وقتشه به خودت برسی. اومدم ببرمت. دلت برام سوخته؟ خیلی بیچشم روی. پشیمونم چرا بچه دار نشدی؟ اگه بچه داشتیم که الان همه چی خیلی بدتر بود. میدونستی بیشتر این ستاره هایی که دارن میدرخشن دیگه نیستن؟ صدها سال پیش مردن. یعنی اگه یکی در آینده با یه دوربین خیلی قوی از اون دور دورا زمین رو نگاه کنه، کسایی رو میبینه که دیگه زنده نیستن. مثلا من و تو رو امشب اینجا میبینه. هر چقدر هم دورتر بره باز ما رو میبینه. یعنی انگار تصویر ما تا ابد یه جای باقی میمونه. رات یادت نره. سعی کن زود بیای. سعیمو میکنم.
میخوام بیای پیش خودم. واقعا؟ سفر بخیر. سلام. این اسباق خودموس. به به چه خوب. ایالم بری شما چیده؟ دستشون درد نکنه. خیلی ممنون. از طرف من ببوسیمش. باجه. خوش اومدید. سلام. سلام. حال شما؟ ممنون. شما خوب هستین؟ خیلی متشکرم. زحمت کشیدین. خواهش میکنم. خسته نباشید. متشکرم. کارا تا حالا خوب پیش رفته؟ آره خوشبختانه. دیگه میخوایم توی یه خونه زعفرون کارو بگیریم. چی شد این خونه رو انتخاب کردین؟ خب اینجا سرپاترین خونه سنتی یه زعفرون کاره. این خونه پدر بزرگم. عید و تابستون می اومدیم پیششون. دست درد نکنه. خواهش. دیگه نمیشه تو همچین جایی زندگی کرد. میخواییم بازسازیش کنیم. برای فیلم. خیلی خرج رو دستتون میگذاره. خب من اینجا رو لازم دارم. میخوام سنت های زعفرون کارا رو تو فیلم بیارم. قرار بود یه تیزر تبلیغی بسازیم. شما میگفتید مستند بهتره. خب هنوزم میگم بهتره. فقط نشون دادن زعفرون کاری مخاطب و برایش اصلا جذاب نیست. طرحی که من دارم خیلی بهتر از این مستند گزارشیه. تازه تأثیرش هم بیشتره. باشه. با صاحبخونه صحبت میکنم. ولی فکر نکنم بتونیم پول بیشتری بدیم. آخو چی کار داری میکنی؟ گلا در اومدن. ما هنوز آماده نیستیم. کارفرما که هزینه اضافی رو هنوز قبول نکرده. کارفرما متوجه نیست. فاطمی. الو سلام. حق با توه. هزینه اضافی رو خودم میدم. اومدم. عجب. خب فیلم نامه قبلی رو من قبول ندارم. گوش کن. گوش کن ببین. اصلا کارفرما رو ولش کن. من یه راه دیگه دارم. آره گوش کن ببین. آپارتمانو بذار برای فروش. بله درست شنیدی بفروشش.
هزینه کارفرما رو من میدم. اصلا فیلم مال من. تو تهیه کننده ای. اگه اصرار داری که اون گزارش رو بسازی، یکی رو بفرست بسازه. منم هر کاری بتونم براش میکنم. باشه. الو. چشم آقا. آقا خوبی؟ آقا ول کنید این کارو. کسی از شما انتظار نداره از جونتون مایه بذاری. برین دنبال درمونتون. چرا پای تو رو به میان کشید؟ گرد و خاک مونم ها، خاکی نشید. بریم آقا. آقا، نسیم خانم. سلام. هیچی عزیزم، حالم خوبه. چند روزه کار تمام میشه برمیگردم. برای بام. بهت بکالتنامه تامال اختیار دادم. برای دوا درمان. یک کمیشم میخوام خرج فیلم کنم. اینا به کار ما جواب میده؟ خب آقا امکانمون همینه. بازم میخوای؟ همین بسته، دست درد نکن. اینا رو بزنم به. باش. قرار ما یه مستند گزارشی بود. من اصلا برای این فیلمنامه تدارک نور ندیده بودم. آقا پیمان، تکلیف ما چی میشه؟ من که دلم میخواد با هم ادامه بدیم. قرارداد ما با آقای فاطمیه. من جای فاطمی دستمزدتون رو میدم. برای شما که چیزی عوض نمیشه. باهاش صحبت میکنم. بله. آقا من نمیدونم چه اصراری دارید این صحنه رو شب بگیریم. تو شب عطر و رنگ زعفران از بین نمیره. خب اینا که خودشون هم روز میچینن. هنوزم بعضی ها تو شب میچینن. آقا پیمان، فاطمی گفت حل دیگه. جدی؟ حال. خیلی خوبه. سارا کجا بزنم اینو؟ همین پایین. پس من رفتم به کارا برسم دیگه. آقا این خوبه؟ خوبه. دست به جنبونی، داره روز به در میاد. آقای منصوری، میخوای گل ببینی؟ چشمون همسایه رو ببین. خوبونده. آقا صدامونو خراب کرد. نگران نباش، تو صدا بزرگی درست میکنی. Thank you.
آقا رحیم چیکار میکنی؟ ببرم پر کنم. برای گل پرکنی گل میخواییم. شما قرار بود شو پیش گل پرکنی رو بگیره. آخه نیزن پیدا نکردیم. یه پر زعفرون ها لطیف ها اگه پر نشون میپوسه رشته زعفرون ها از بین میبره. نگران نباش من درستش میکنم. بفرمایی صفحه خانم کمه؟ نه آقا لباس های صفحه خانم رو میبینید. سلام خانم. ببینم نمش لباسه؟ نه اینا رو سریه. آه اینا رو سریه. اونا هم هست. ببینم نه همه این خوبه. این خوبه باش. از این دوتا رو سریه هم اینو بردار. باش ممنون صفحه خانم. من روز فیلم بعدی چند ساعت زودتر با شما تماس میگیرم که خودم بیام دوباره. بفرمی چهار تخمه سینتون رو نرم میکنم. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. طرف پیری برم هوا آوردی. آقا رحیم وفادارتر از این حرف هست. چطور بود؟ هیچ کدوم خوب نبودم. اینو گوش کن. صدا میان؟ آره. خوبه؟ از اینا کسی نمونده دیگه. کی به اینا گوش میده؟ اینه خودشه. این مال ضبط پارساله. از پارسال که پسرش فوت کرده دیگه نیزنی رو گذاشته کنار. من صحبتمو کردم. میگفتی برای فیلمه ازش یادگار میمونه. گفتم قبول نکرد. این پسرموی رحیمه. من بعدم فهمیدم. چطور آقا رحیم به ما نگفت؟ اینا چند سال با هم قهرن، از هم بریدن. حالا اینو ولش کن، ما که سه تا نیزن داریم. شما یکی رو انتخاب بکن، من زنی میزنم بیاد دیگه. آقا رحیم شنیدم پسرمو تو نمیزنه. نه او دیگه نمیزنه. اگه شما بگین حتما میزنه. من انتونم بگم. خب چی کار میخوای بکنی؟ این همه زحمت کشیدیم. نمیخوام یه نیزن بیارم کسی به صدای نیش گوش نده. دارن از بین میرن. میبینی؟ من که پولشو دادم. بفرمای این پول شما. معذرت میخوام منظوری نداشتم.
چون زحمت نکشیدم بذارم گلم بپوسه. همسایه میشه گلای ما پر کنه؟ نخه همسایه گل خیلی داره، ببره به جز زهرا خانوم نخن تنس پاک کنو. سلام. سلام. میرسه گلای ما پر کنه؟ الان که گل خیلی دارم حج آقا، اگر عجله ندارین سه چهار روز دیگه. اینا رو بگیرین، شما احتیاجی به نیزن نداری. اینا فقط اطلاعات میده. شما اگه میگفتین توی فیلم مستند اتفاقا همونجوری که میفته باید گرفت. تصاویر سحر هم که همه مستندن. گل پرکنی سنتی تنها یک کار نبود، رسم و رسومی هم داشت. اونا که دیگه الان نیست. خاطرش که هست؟ خاطره که نمیشه نشون داد آقا. میسازیمش. دیگه واقعی نیست. آره ولی یه واقعیت دیگه است. کمک کنید این واقعیت رو بسازم. نگیر سهر خانم، من که دیگه تو فیلم نیستم. تو فیلم من که هستی. تو شجر بایی همه من تنها اومدی؟ برای کارم اومدم. در مادر چجور گذاشتن بیای؟ آشنا هستن. چجور تا حالا ازدواج نکردی؟ وقتش نیست. خیلی هم گذشته وقتش. چرا آقا رحیم با پسرموش قهره؟ تو از کجا میدونی؟ رفته بودن دنبال نیزان فهمیدی. خب آقا رحیم میگه مشتی در حقش ظلم کرده. خدا میدونه. یا الله مشتی بفرمیه. ماشاءالله جان خیلی گل داری. مشتی یک مقامی بزن که اینا از خواب بیدار شن. چاشم.
رگ مایمالش هیگر قصه توفنگ از پشت خوابانه زده گله میانه از شایانه ای که سید محمد فتاد و این سخنان گفت به فرزند و به میمان و به زهن من گفت ای به نامردی مرا کشتن به خانمانه گناه من ندارم اق به دهانمانه ای بیا ای قصد چاپک سمارم ای خبر از من به بربر برایانارم این دست رو یه ذره بدید بالاتر، این سر بشقاب هم صاف، اینو یه ذره همینجوری کج کن به سمت دوربین. عقض کج؟ بله، همینجوری. نگرش دار. چنین خوبه؟ بله بله، میخوام دوربین اینو ببینه. چشم. بزنی خوبه؟ بفرمایید. اینم برای باغچه‌تون. دیگه چی میخواید؟ نروز توی لوله. نمیذارم. این چی آوردی؟ مگه چش آورد؟ زخمیش نکنی، فرد این ترکه با کجای این خونه جور در میاد؟ همینم به زور ازش گرفتن. مگه نگفتی ما چی میخواییم؟ چرا گفتم همینو داد. تو هم قبول کردی. چیکارش میتونستم بکنم؟ فرد فرد بافت چی شد؟ الان میرسه آقا بجرم بین دیگه. باشش راست میگه دیگه، این چیه برداشتی آورد؟ بابا حالا تو هم آقا رحیم، آقا رحیم کجایی؟ سلام آقا رحیم. علیک. این چه ایزام خشکی بود در ما فرستادی؟ با ما قهری؟ کار تو دلم نیست. ما که کار بدی نمی کنیم که. تو میگی ده فیلم راست درو معلوم نمیشه. پس چرا برای درخت کوتاه نمیای؟ بعضی وقتا از راستکی هم باید راستکی تر باشیم. باید خود درخت رو داشته باشیم وگرنه کارمون میخوابه. ما اگه میدونستم این همه بلا به سرم میاد زیر باره ای قرار نمی رفتم. خودت گفتی تو باغچه هر خونه یه درخت بود. اگه به حرف ما گوش منه بره چی نگذاشتی خاکستون بخرم به زمین یک دیگه نبرم. آخه کی باور میکنه به خاطر یه انگشتون خاک پای الاغت جل ببندی؟ باور منم، باور منم.
اگه دوربین نبود این کارو میکردی؟ پدرم میکرد، به یاد پدرم کردم. من چرا تو فیلم بذارم؟ چی میشه مردم یادشو باشه حلال و حرومم هست. من که درس اخلاق نمیدم آقا رحیم. اینو نبود. من میخوام بگم زعفران شما بهترین زعفران جهانه. وقتی خونه زعفران کارش هیزان بکارین. اینو ببر. برای کار ما این خوبه. ما چطوری درخت ببرم؟ به بارش نگاه کن. تو منطقه شما هر 10-15 سال یه بار یه سرمایه زیر 20 درجه میزنه، اون وقت مجبوری درخت رو از اینجا ببری. سال بعدم از نو سبز میشه. درسته؟ من پول بار 20 سالشو میدم. آقا رحیم تو باغ تو این درخت از میون میره، ولی تو فیلم من همیشه موندگاره. خودت بعدن که فیلمو ببینی میفهمی. برای یه فیلم موندگار یه درخت که سهله، اگه لازم باشه 100 تا درخت هم میبری. رحمت به روح پدرت، پشت کار ما رو را بنداز. مرد ظالمی، از سرما بهتری. آقا رحیم بده به من. برو برو کنار. آرهیم مگه نباید از این ور بریم؟ بره ردی کاری. بر دوبال ما نیا. نشنفتی چی گفتم؟ گفتم بر دوبالم نیا. درخت آبو سنگ تموم گذاشت. آقا رحیم مراقب باش. دست درد نکنم. بپا دیگه.
اینا رو سریع بذار داخل. زخمیش نکنی فقط ها. نه سهراب سهراب یه ذره بچرخونش بچرخون بچرخون خوبه برو 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 خوبه 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 یه ذره آره 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 بایسا این بردار بزرگره بزرگ الان خوبه آقا الان خوبه خوب سهری دست بگیم آها بزرگره اول گذاشتیم اونو نزد این این روزو بلش کن همه کارش و لابیست نه نه این کوچیک سرهم کرده نیست این چه شغل مزخرف است اینا داره دست شما درد نکنید یا آقای آقا ما آماده ایم میتونیم بگیریم صدا صدا رفت دوربین بفرمایید حرکت سهراب؟ بله من میگم اینو ببریم بیرون انارشو باز کنیم خوش بگیر صفر بگیر خوش الو سلام آره آره کار تمومه فقط چند تا نمای توضیحی مونده کارخونه مال فیلم نامه قبلی بود بگیرم هم که دیگه به درد میخوره یعنی چی؟ تو من قول داده بود که فیلم مال من باشه کارفرما این وسط چی کار است؟
قرارمون این نبوده. تو زدی زیر قولت. کارخونه بی جد فیلم منو تبلیغاتی میکنه. من کارخونه رو نمیگیرم. یعنی دیگه فیلم مال من نیست؟ آپارتمان رو نذاشتی بفروشه؟ پس فهمیدی چه مرگمه؟ باشه آره باشه، بعدا زنگ میزنم. دوستان خسته نباشین، لطفا وسایلتون رو جمع کنین، بعد از ظهر میریم مشهد، از اونجا هم پرواز به سوی تهران. داریم میریم به تهران، داریم میریم به تهران. آقا صحنه های خوبی گرفتیم، چیزای چندامه درد بخوری نگرفتیم. تو چرا اینقدر ناشکری؟ ما که بنهور نمیسازیم، قرار ما یه مستند گزارشی بود، تو هم هر کار دوست داشتی با فیلم کردی. آخه واقعا نمیدونم دنبال چی میگردی. پیمان جان ببخشید گفتم بنهور نمیسازیم. تو سعی خودتو کردی. کارفرما اجازه داده نسخه شخصی داشته باشی، کارخونه رو هم میتونی تو نسخه خودت نذاری. چرا راضی نیستی؟ چرا آقا رحیم خوابشو حروم میکنه گلشو شب بچینه؟ تا کیفیت بره بالا چند تومن بیشتر گیرش بیاد. اگه اینطوره پس چرا حاضر نشد پول بگیره بذاره زعفرانش بپوسه؟ چرا منت پسراموشو کشید زعفرانایی که من خریده بودم و نجات بده؟ خودش یه چیزایی گفت جواب من نبود. بچه ها حاضرن بریم؟ من میمونم. برای چی؟ حالا که قراره کارخونه رو بذاریم تو فیلم، باید بگردم برای آخرش یه چیزی پیدا کنم. نسخه شخصی رو کسی نمیبینه. اما من مجبورم برم، قرارداد دارم. قرارداد هم نداشتی باید میرفتی. حالا اگه چیزی پیدا کردی تماس بگیر، یکی از همکارامو با دوربین میفرستم. دیگه پول نمیده. پس چجوری میخوای بگیری؟ با دوربین سحر. تصویر اون به دوربین ما نمیخوره. معلوم نیست بتونم چیزی پیدا کنم. خدا خیلی ممنون که گذاشتین من بمونم. خواهش میکنم. جانم نسیم جان. میام. قول میدم. نگران نباش.
اینا رو دسته هاشو اول که میذاریم مرتب خوش بشه، بعد اینجوری هر دو دسته یا سه دسته رو میذاریم رو هم مرتب، اگه نامرتب بود نامرتبیش رو درست میکنیم، این تهش هم تا جایی که بتونیم میدیم تو که دستش قشنگ و مرتب بشه، بعد با یک نخ قرمز که هم رنگ خود زعفرون باشه که زیاد تو ذوق نزنه دور برش رو میپیچیم. چون این کار رو اکثرا دخترها انجام میدادن اسمش رو گذاشتن گره دختر پیچ، فقط به خاطر اینکه دخترها چرا انجام میدادن؟ تقریبا فکر میکنم به همون خاطر اسمش رو گذاشتن گره دختر پیچ. سلام آقا رحیم. سلام. 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 علیک. اینو کی کاشتی؟ همون روز که کار شما تموم شد. بله. بهش بگو اینو در بیاره. میخوایم اینو بکاریم چش. میش بگم؟ آره. تو بگی بهتر. آقا رحیم، ما اینجا رو باید مثل قبل بکنیم که با صحنه‌ای که گرفتیم جور در بیاد. میگه مثل قبلش نیست؟ نه، جای این باید اون درخت انار رو بکاریم. ریشش هم سسته، راحت در میاد. دست بزار. آقا رحیم، اینا از سرو نامی که زفر رو ما فیلمر گیرم. هر روزم کل خرج دارن. او وقت شما ای هم آدم رو بند یک ناحاله کرده یه. این خونه متروکه است. وقت به این نحال دل بستی؟ زمستون فرها چند تا نحال جای این میکاره. به چه درد این حال میخوره؟ میشه بریم تو اتاق؟ برای چه؟ یه چای با هم بخوریم. همینجا میخوریم؟ میخوام باهات حرف بزنم. حرفت همینجا زن. خصوصیه. مرشی تو لعنت. میدونی چرا برای ساختن این فیلم این همه مطلب خشخاش میذاشتم؟ اینه که موندگار شد توی سینمای ظالمت. آره، چون چند وقت فهمیدم که دیگه رفتنیم، میمیرم. این فیلم اونجوری که میخواستم نشد. میخوام تا پیش از رفتنم این چند تا صحنه که گرفتم بذاره جمع جور کنم. آقا رحیم، این نهال خرج من کن، بذار این صحنه رو بگیرم.
این حال با نظر و دعا دهی با چه بکاشتی هم نگاه کن تازه است جوونه ناکام ما خون این جوون به گردن نمیگیریم تو خونش به گردن میگیری بزن بشکن از ریشه بدرار آخو شروع کنیم دیگه من میرم از دلش در میارم دست نزن میشه دورو براش آب ریخ خاک سوس میشه بعد از ریشه درش میارم یه جا دیگه میکاریمش نمیخواد دست نزن نگیر نگیر